سرخط خبرها سازمان برادر و دریانوردی ایران ضمن تایید حمله سایبری به این سازمان گفت اقدامات فنی برای عدم خلل در ورود و خروج کالا در حال اجراست. واکنش ایران به اصابت بیش از پنجاه راکت جنگ قرباق به روستاهای آذربایجان شرقی بی تفاوت نخواهیم ماند. لطفا پیش از تماشای ادامه ویدیو روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و عضو کانال آوای ایران شوید. سازمان بنادر و دریانوردی ایران وقوع حمله سایبری به زیر ساختای الکترونیکی خود را تایید کرد اما گفت ماموریت این سازمان بدون وقفه در جریان است پس از آنکه سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد حملات سایبری اخیر متوجه دو نهاد سازمان دولتی بوده برخی گزارش های غیر رسمی این دو نهاد را سازمان بنادر و وزارت راه معرفی کردند سازمان بنادر و دریانوردی ایران شامگاه پنجشنبه در ای، با تایید اینکه مورد حمله سایبری قرار گرفته این حمله را به دشمنان قسم خورده که با اعمال تحریم های یک جانبه نتوانستند به اهداف خود برای توقف صادرات و واردات کالا دست یابند نسبت داد به نوشته بیانیه این سازمان اقدامات بازدارنده و مناسب در قبال این حمله سایبری انجام شده و کلیه ماموریت های سازمان بدون وقفه در جریان است روز سهشنبه منابع غیررسمی گزارش درباره حملات سایبری به برخی مراکز حکومتی منتشر کردند پس از آن مرکز ماهر وابسته به وزارت ارتباطات حمله سایبری به دو سازمان دولتی را تایید کرد اما نامی از آنها نبرد ابوالقاسم صادقی معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات نیز به شبکی خبر گفت این حمله سایبری به زیر ساخت کشور حمله بزرگی بود اما ما نمونه بزرگتر از این حملات را هم در کشور داشتیم و توانستیم با آنها مقابله کنیم صادقی همچنین گفت که این حملات خساراتی به این مرکز وارد نکرده است اما او در عین حال اضافه کرد البته وقتی حمله رخ میدهد نمی توان گفت اتفاقی نیفتاده اما مسئله مهم این است که زمان بروز چنین اتفاقاتی به سرعت عکس عمل نشان می دهیم و سعی می کنیم آسیب ها را به حداقل برسانیم شماری از کاربران در رسانه های اجتماعی با اشاره به مشخصات فنی گفتند حمله اخیر با استفاده از نفوذ باجافزار به رایانه های دولتی بوده و حتی خود مرکز ماهر نیز مورد هدف حمله قرار گرفته است پیش از این در بهار و تابستان گذشته بیش از ده واحد صنعتی بزرگ در ایران شاهد آتش سوزی و انفجارهایی بود که از جمله آنها میتوان به آتش سوزی در بندر رجایی در پانزدهم خورداد اشاره کرد برخی رسانه های اسرائیلی این آتش را اقدامی به تلافی حمله سایبری ایران برای اقدامات خرابکارانه در تأسیسات آب اسرائیل دانستند. از دیگر موارد انفجار و آتش در ماهای گذشته همچنین میتوان به حوادثی در چند نیروگاه و تأسیسات برق، مراکز نظامی محل ساخت موشک در شرق تهران و انفجاری بزرگ در محل ساخت سانتریفیوژهای های پیشرفته در تأسیسات هسته نتنز اشاره کرد. در سالهای گذشته نیز مراکز دولتی ایران چندین بار هدف حملات سایبری قرار گرفته است در مقابل ایران نیز به حملات سایبری علیه اهدافی در آمریکا و اسرائیل متهم شده است در حالی که با اصابت دست کم ده راکت شلیک شده از سوی طرفین مناقشه قرباق طی روز پنجشنبه به خاک ایران شمار راکت های کرده به روستاهای آذربایجان شرقی به بیش از پنجاه رسیده است سخنگوی وزارت امور خارجه ایران برای چندمین بار پیاپی آن را محکوم کرد و گفت در صورت تکرار جمهوری اسلامی بی تفاوت نخواهد ماند سعید خطیبزاده گفت اخبار نگران کننده ای از اصابت چندین فقر راکت جنگی به مناطق ایران تا ایران طی روز جاری گزارش شده که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین اخبار برخی رسانه ها در ایران را درباره اقدام متقابل مرزبانی ایران به اصابت راکت ها تکذیب کرد آن را شایعه خواند او گفت که حفظ امنیت و آرامش شهروندان ایرانی ساکن در مناطق مرزی خط قرمز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و در صورت تکرار این گونه گلوله پراکنی ها جمهوری اسلام اسلامی ایران بی تفاوت نخواهد ماند. قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی بیش از دو هفته قبل در هفتم مهر در این باره گفته بود که اشتباهی دو گلوله خمپاره نزدیک مرز ما افتاده است که به آنها تذکر دادیم و امیدواری ما را مش ایجاد شود. پس از آن عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در 14 مهر با اشاره به درگیری آذربایجان و ارمنستان گفت که برخی گلوله ها به صورت خمپاره و توپ به مناطقی از خاک ایران ایران اصابت کرده که اگر ادامه یابد تذکرات قوی تری خواهیم داد با این حال علی امیری راد فرماندار خدافرین شامگاه پنجشنبه 24 مهر ماه گفت که اصابت این راکت ها همچنان ادامه دارد او گفت که در ادامه درگیری نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان عصر پنجشنبه دست کم ده راکت به روستاهای قلی بیگلو و کت خدالوی شهرستان خدافرین اصابت کرد فرماندار خدافرین تاکید کرد که در اثر اصابت این راکت ها یک واحد مسکونی تخریب شد و دست کم یک نفر نیز مصدوم شده است پیشتر خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده بود که از آغاز جنگ قرباخ تا روز چهارشنبه 23 مهر بیش از 50 فروند راکت و گلوله خمپاره به نواحی مرزی آذربایجان شرقی در شهرستان خدافرین اصابت کرده است اکنون با احتساب دست کم 10 راکت در روز پنجشنبه شمار راکت ها و گلوله های خمپاره که طی حدود دو هفته به خاک ایران و روستاهای شهرستان خدافرین و شهرستان هریس ثابت کرده به بیش از 60 راکت رسیده است شهرستان مرزی خدافرین در 210 کیلومتری شمال شرق شهر تبریز و در حاشیه رودخانه عرس در ضلع جنوبی منطقه درگیری نظامی بین ارتش جمهوری آذربایجان و ارمنستان قرار دارد اصابت راکت ها به روستاهای مرزی محدود نمانده است تا جایی که علیار را راستگو معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی روز 22 مهر از اصابت یک فروند موشک به عراضی کشاورزی روستای آق علیلو از تبابه بخش خاجه شهرستان هریس در 70 کیلومتری تبریز خبر داد راستگو محل دقیق اصابت این موشک را 3 کیلومتری سمت غرب جاده تبریز اهر در یک کیلومتری منطقه گوجبل اعلام کرد و گفت که این موشک عمل نکرد و در چندین نقطه پراکنده شد او تاکید کرد که انفجار این موشک تلفات جانی و مالی نداشته است اما از شدت اصابت موشک اهالی آق علیلو و روستاهای اطراف آن دچار وحشت شدند به گفته مقام های محلی میزان خسارت وارده و اماکن روستایی در مناطق مرزی ایران بر اثر اصابت راکت ها و گلوله های خمپاره طرفین درگیری نظامی قرباق روز به روز در حال افزایش است فرماندار خدافرین بدون احتساب خسارت راکت های روز پنجشنبه پیشتر گفته بود که این خسارت ها شامل تخریب کامل یک باب ساختمان در شهرستان خداآفرین و آسیب به سی باب اماکن مسکونی و دامی در مقیاس های مختلف از قبیل تخریب دیوارها تا شکستن شیشه ها بوده است علی امیرگراد همچنین گفت که خسارت ناشی از اصابت راکت های طرفین درگیری در مناقشه قرباق به نقاط مرزی شهرستان خدافرین باید پس از اتمام مناقشه جمعبندی شود گفت که فرمانداری خدافرین به عنوان نهاد مسئول امنیت منطقه از همان روزهای اول درگیری جمهوری آذربایجان و ارمنستان شرایط منطقه و نحوه راکت راکتها را رسد و با دقت بررسی کرده است فرماندار خدافرین همچنین گفت که گزارش های اولیه از سوی نیروهای فرمانداری تهیه و تدوین شده و در آن کلیات موضوع حسابات راکت ها درد شده است اما به دلیل تداوم درگیری ها و احتمال ادامه فرود راکت های دیگر برآورد خسارات و میزان ریالیان باید توسط کارشناسان مربوطه با تمام جزئیات ارائه شود.